در حالی که طرح سوال از محمود احمدی نژاد با بیش از 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس هشتم شده، اکثریت اعضای هیئت رئیسه طرح این سوال را با توجه به اوضاع کشور به مصلحت ندانستند. در زمینه سیاست‌های اخیر مجلس هشتم در ارتباط با محمود احمدی نژاد و دولت دهم، با علی مزرویی نماینده مجلس ششم مصاحبه انجام داده ایم که می‌شنوید. آقای مزرویی، شما فکر میکنین با وجودی که در مجلس 100 امضا برای سوال از رئیس دولت جمع شد، ولی چرا نهایتاً هیئت رئیسه طرح سوال در جلسه علنی رو مصلحت ندونست؟ ببینید، ما بایستی نقش مجلس رو، اونم مجلس هشتم رو که بر پایه نظارت استصوابی به طور کامل شکل گرفته، در جغرافیای سیاسی فعلی ایران ببینیم. الان در شرایطی که بین دولت و مجلس یک ناهمسازی بسیار آشکاری وجود داره، در واقع از یک طرف مجلس سعی میکنه از ابزارهای خودش برای کنترل رئیس جمهور استفاده کنه، از طرف دیگر هم رئیس جمهور سعی میکنه به هر حال نشون بده که اون قدرتش داره. تو این رفت و برگشت ها، نگاه به قضیه یک نگاه مصلحتی است تا یک نگاه قانونی و مقتضای شرایط باشه. بنابراین من فکر می‌کنم اینکه مجلس افرادی درش هستن که اراده سوال از رئیس جمهور دارن درش شکی نیست، اما خب می‌بینید که هیئت رئیسه میگه به مصلحت نمی‌دونه، چون اون می‌خواد روابطش رو با دولت به هر حال تنظیم کنه. و در نهایت هم باید این ملاحظه رو داشت که مجلس نگاهش به بیرون از مجلس هست برای انجام کارش، و به خصوص میخواد ببینه که آیا رهبری هم با انجام این کار موافقه یا نه. این که میبینید این تردیده هست برای اینکه اون علامتی که مجلس بس برای انجام این کار بگیره نگرفته، و اینطور بلا تکلیف هست و بارها این بحث سوال مطرح شده اما به جایی هم نرسیده. با وجود مخالفت جنجالی نماینده ها با رئیس دولت در جلسه هفته پیش رأی اعتماد به وزیر ورزش، دو روز پیش جلسه رأی اعتماد به وزیر راه و شهرسازی خیلی سریع به نتیجه مثبت رسید. این تحول رو چطور تفسیر میکنین شما؟ ببینید، اون واکنشی که نمایندگان نسبت به وزیر ورزش و حضور رئیس جمهور در مجلس نشون دادن ناشی از اون نامه‌ای بود که قبلش احمدی نژاد به مجلس نوشته بود و به گونه‌ای مجلس رو مورد تهاجم و سوال قرار داده بود و تشکیل وزارت ورزش و جوانان رو اصلا غیر ضروری دونسته بود، با اینکه خب این مصوبه بود و قانونی شده بود. بنابراین اون عکس‌العمل به نظر من یک عمل طبیعی بود که انجام دادن. اما در مورد وزیر راه و شهرسازی، به نظر من عدم حضور احمدی نژاد اتفاقا باعث شد که این مسیر به راحتی طی بشه، ضمن اینکه نمایندگان نسبت به ادغام این دوتا وزارتخونه و وزیر هم خیلی موضعی از قبل نداشتن. آقای مزرویی، شما به طور کلی آینده رابطه مجلس و دولت رو تو این دو سال باقی مونده تا پایان دوره آقای احمدی نژاد چجوری پیش بینی می‌کنین؟ والا این بستگی به رفتارهایی هست که در واقع انجام میشه، در به خصوص رفتاری که آقای احمدی نژاد از خودش نشون میده. برداشتی که الان برد میشه این که در حال رهبری و مجلس و نیروهای اصولگرایی که توی نهادهای مختلف هستن، بناشون بر این است که آقای احمدی نژاد رو در این دو سال آینده تحمل کنن، ولی یک آقای احمدی نژاد که هیچ قدرتی نداشته باشه. حالا اگر آقای احمدی نژاد اینو بپذیرد میتونه ادامه کار بده، ولی اگر آقای احمدی نژاد بخواد باز با بحران آفرینی و اینکه نشون بده قدرت داره مسئله به وجود بیاره، این روابط دائما دچار تنش خواهد بود و ممکنه که در یک جایی هم منجر به برکناری آقای احمدی نژاد بشه. در حال این بستگی به شرایطی داره که پیش میاد. آقای مزرویی، تو هفته‌های اخیر بعضی از محافظه‌کارا خواستار جلوگیری از ورود نماینده‌های متحد دولت به مجلس بعدی شدند. به عقیده شما این اظهارات رو چقدر باید جدی گرفت؟
به نظر من این اصلاحات خیلی نمیشه جدی گرفت. اینا بیشتر ناشی از در واقع دغدغه ها و نگرانی هاییست که در درون جناح حاکم به وجود اومده و من بر این نظر هستم که شرایط انتخاباتی که ما داریم به سمتش میریم اصلا قابل پیشبینی نیست. اما با توجه به وضعیت سیاسی که الان ما باش مواجهیم، این دغدغه و نگرانی که نمایندگان دارن مطرح میکنن بیشتر مربوط به خودشون میشه تا دیگران. یعنی اونها نگران هستن که در یک شرایطی که به وجود میاد و ممکنه متفاوت از انتخابات مجلس هفتم و هشتم باشه، دیگه جایی برای اونها وجود نداشته باشه. من فکر نمونم اون بحثی که در واقع یاران احمدی نژاد میخوان مجلس رو قبضه کنن اون اصلا خیلی دغدغه درستی باشه، برای اینکه برداشت من این هست که آقای احمدی نژاد اصلا یارانی به اون صورت نداره که بخوام مجلس رو دست بگیره. ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.